عرض سلام خدمت شما دوستان عزیزم، امروز با یک برنامه آموزشی دیگه در خدمت شما هستم تحت عنوان شیر برنج. شیر برنج معرف حضور همه شما عزیزان هست، ولی امیدوارم این رسیپی رو هم امتحان بفرمایید و از نحوه آموزش و مدلی که میخوام خدمتتون ارائه بدم خوشتون بیاد. این شیر برنج رو تحت عنوان شیر برنج سنتی و یک مدل هم قالبی میخوام خدمتتون ارائه کنم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره و از این مورد برای سفره‌های افطارتون و همچنین اگر دوست داشته باشین به عنوان یک دسر اصیل ایرانی ازش استفاده بکنید. با نقطه نظراتتون منو همراهی بفرمایید. خیلی خوشحال میشم از اینکه ما رو مورد حمایت خودتون قرار بدید و سابسکرایب رو فراموش نکنید. همونطوری که میدونید شیر برنج با انواع مرباها سرو میشه. من اینجا تصمیم گرفتم از یه قالبی استفاده بکنم که تهشو مربا بچینم، البته مربایی که شیرش گرفته شده باشه، و روش رو شیر برنج بریزم. برای این کار ما یه قالب رو، هر قالبی که مد نظرمون هست رو چرب میکنیم. قالبی رو که چرب کردین، چربی اضافش رو با دستمال حوله یا آشپزخونه بگیرید و شروع به کار بکنید. نوع مربا بستگی به خودتون داره. هر اون چیزی که مورد پسندتون هست و با به میلتون هست میتونین استفاده بکنید. من تو این دسر اصیل ایرونیمون میخوام از مربای تروب و مرباهای کدو حلوایی استفاده بکنم و ته قالب یا کف قالب رو باهاش پوشش بدم. چیدمان هم بستگی به سلیقه خودتون داره، هر روشی که دوست دارین میتونین انجامش بدین. من از مربای تروب سفید که وسطش از تیکه‌های هویج استفاده شده به صورت یکی در میون به همراه مربای کدو حلوایی که قالب خورده استفاده میکنم و کف قالب میچینم تا دور قالب رو پر بکنم. در ادامه از مربای ورقه شده یه تروبی که به شکل تقریبا میشه گفت نیمه پاپیون در اومده اطراف قالبم میچینم و سعی میکنم دور تا دور رو باهاش پوشش بدم. به این حالت. تا به اینجای کار به این مرحله رسیدیم. اگر هم دوست داشته باشین میتونین از این توپک های ژله‌ای هم که باز داخل شیره خابونده شده و دست صافی رد شده از اینها هم برای اطراف کار استفاده بکنید. همونطور که خدمتون عرض کردم کاملا سلیقه‌ایه و میتونیم اون کارهایی رو که دوست داریم و باب میلمونه رو انجام بدیم. یه مقدار کار با دستکش دست و پاگیره که مطمئنا شما در منزل به راحتی این کار رو انجام میدیم. خب من چیدمان تکه های مربا رو کف قالب انجام دادم. اینو میذارمش توی یخچال تا زمانی که شیر برنج آماده بشه و بخوایم که روی این ترکیب اضافه بکنیم. برای اینکه شیر برنج رو آماده بکنیم، برنج رو از شب قبل یا حداقل 6 ساعت قبل خیس میکنیم با مقداری آب. خیلی از دوستان با ترکیب آب و گلاب برنج رو خیس میکنن، یعنی میتونین وقتی برنج رو خیس کردین حدودا یه نصف لیوان گلاب هم داخلش بریزین تا تماما طعم گلاب رو بگیره شیر برنج. طبیعتا در اواخر پخت شیر برنج ما مقداری گلاب بهش اضافه میکنیم. این برای دوستانیه که طعم شیر برنج رو خیلی با گلاب دوست داشته باشن که یه مورد پیشنهادیه و ذائقه‌ای. اگر تمایل داشتین میتونین استفاده بکنید این روش رو. برنجی که خیس خورده و آماده است داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم. دقت داشته باشین که ظرفی که انتخاب میکنید گنجایش مواد رو تا اواخر پخت داشته باشه.
بعد از اینکه برنج رو داخل ظرفمون ریختیم، از مقداری آب در حدی که روی برنج رو بپوشونه داخل ظرف منتقل میکنیم و ظرف رو روی حرارت میذاریم. ظرف شیر برنج رو با این شرایط روی حرارت ملایم قرار میدیم تا آروم آروم بجوشه و برنج پخته بشه. بعد از پخت برنج مرحله بعدی کار رو انجام میدیم. نکته مورد توجه اینجاست که برنج های ایرانی شرایط پخت متفاوتی دارن. در نتیجه میزان مایعاتی که ما برای تهیه شیر برنجمون استفاده میکنیم بر حسب نوع برنج ممکنه متغیر باشه. بنابراین مقدار مایعات لازم در کنارتون داشته باشین تا در صورت لزوم استفاده بیشتری ازش ببرید. آب و برنج در حال جوشیدنه. طبیعتاً این جوشیدن باید انقدر ادامه پیدا بکنه که این آب کاملاً تبخیر بشه و برنج ها کاملاً پخته و باز شده باشه. در نتیجه انقدر به پخت ادامه میدیم تا این حالت اتفاق بیفته. دقت بکنید در حین جوشیدن به دفعات برنج رو هم بزنیم تا ته نگیره. طبیعیه که در حین پخت اگر هم نخوره یک لایه از نشاسته برنج کف قالب متمرکز بشه و ته بگیره. برنج تقریبا به حالت پخته رسیده و زمان اونه که ما شیر رو بهش اضافه بکنیم. اگر با مقدار آب اولیه‌ای که داخل برنج اضافه کردید و دیدید برنج پخته نشده و به قول معروف باز نشده، مجدداً یک مقدار آب اضافه بکنید. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، برنج و شیر در حال جوشیدنه و برنج کاملاً پخته میشه و غلظت میده به شیر. برای این نوع شیر برنج که می‌خوایم به شکل قالبی درش بیاریم، طبیعتاً به افزودنی های دیگه ای هم احتیاج داریم که باید داخل این ترکیب بعد از پخت نهایی اضافه بشه. در ادامه کار، همونطور که خدمتون عرض کردم، برای قالبی کردن این شیر برنج ما نیاز داریم تا یه مواد دیگه بهش اضافه بکنیم تا بتونیم به راحتی به شکل قالبی درش بیاریم. به همین منظور ما خامه رو داخل یه ظرف می‌ریزیم و پودر ژلاتین رو به همراه شکر با هم روی حرارتمون خیلی ملایم قرار میدیم تا آروم آروم خامه بجوشه و ذرات ژلاتین و شکر جذب ترکیبمون بشه. کمی صبر میکنیم تا این ترکیب به شکل کاملا اسفنجی در بیاد و ذرات ژلاتین و شکر جذب خامه بشه و بعد روی حرارت ملایم قرارش میدیم. این کار رو میتونیم داخل ماکروویو هم انجام بدیم، به شرط اینکه قدرت ماکروویو رو به متوسط برسونیم. ذرات خامه و ژلاتین و اون مقدار شکری که با هم مخلوط کردیم به این حالت اسفنج در اومده. روی حرارت ملایم قرار میدم تا کاملا یک دست بشه و ذرات ژلاتین کاملا حل شه. به اواخر پخت که نزدیک میشیم، ما طعم دهنده هایی که باب میلمون هست به شیر برنج اضافه میکنیم که اینجا من از هل سبز ساییده شده استفاده میکنم به میزان یک قاشق چای خوری و همچنین گلاب. ذرات هل سبز ممکنه دونه هایی توی شیر برنج ایجاد بکنه که دقت داشته باشین اگر باب میلتون هست استفاده بفرمایید. گلاب رو هم اضافه میکنم و همچنان به پخت و هم زدن ادامه میدم. اگر ذرات ریز دونه های هل رو داخل شیر برنج دوست ندارین، میتونین از اسانس ها استفاده بکنین. اسانس هل، کمی اسانس روز
و یا حتی از اسانس دارچین هم میتونین استفاده بکنین و یا برای مکمل طعم میتونین از هر سه نوع اون به مقدار کم استفاده بکنین تا به شیر برنجتون طعم دلنشین و خوشایندی بدین. ذرات ژلاتین به همراه خامه و شکر کاملا یک دست شد. اینجا من از کمی اسانس روز برای طعم‌دار کردن خامه و ژلاتین استفاده می‌کنم. طبیعتاً از اونجایی که خودم طعم دارچین رو خیلی دوست دارم، یه مقدار از دارچین هم داخلش می‌ریزم، ولی این می‌تونه مطابق با سلیقه شما جایگزین هم بشه. خب شیر برنج ما آماده است. اگر دوست داشتین که از مدل سنتیش استفاده بکنین که تو این مرحله خامه رو بهش اضافه میکنین، ولی اگر خواستین به شکل قالبی آماده کنین، همونطور که خدمتتون عرض کردم شرایط خامه رو فراهم میکنین به همراه ژلاتین و شکر و در نهایت به ترکیب اصلی شیر برنج اضافه. اگر هم بخواین که از هر دو مدل استفاده بکنین که باز تو این مرحله دو قسمتش میکنین، مدلی که فقط سنتی میخواین استفاده بفرمایید رو با خامه مخلوط میکنین و مقدار باقی مانده رو با مقدار مشخصی از خامه و ژلاتین و شکر مخلوط میکنین و داخل قالب میریزین. توصیه‌ای که من در ابتدای کار فراموش کردم که خدمت شما عرض بکنم، استفاده از یه پنسه نمکه که داخل ترکیب حتما توی مرحله اول پخت انجام میدیم تا طعم شیر برنجمون رو تکمیل کرده باشیم. شیر برنج آماده شده رو به شکل سنتی من ازش بر میدارم و داخل لیوانهای تک نفره میریزم. به تعداد لیوانهایی که باب میلتون هست مقدار مواد رو تقسیم بندی میکنین و طبیعتاً اگر دوست داشته باشین بقیه مواد رو برای قالبی کردن کنار میگذارید. از شیر برنج آماده من داخل لیوان ها برداشتم به شکل سنتی و تو این مرحله میخوام ترکیب خامه و ژلاتین رو به همراه شکری که با هم مخلوط شده بود بهش اضافه کنم تا برای فرم قالبیش استفاده کنم. دمای شیر برنج تو این مرحله بسیار پایینه و فقط میخوایم که این مخلوط یک دست بشه. کاملا هم میزنیم، از رو حرارت هم بر میداریم، به دفعات هم میزنیم تا ترکیبمون خنک بشه و قالب گیری میکنیم. ما شیر برنجمون کاملا خنک شد و قالبمون رو هم که از قبل آماده کرده بودیم و داخل یخچال بود، میایم از مایه شیر برنج آروم آروم روی مرباهای چیده شده یک کف قالب میرسیم. این مرحله رو تدریجی انجام میدیم که یهو مرباها حرکت نکنه و بتونه یک لایه خوب ایجاد کنه و همینطور به ترتیب تا بالا در مراحل مختلف تکرار میکنیم.